تأثیر گرانش خورشید و ماه بر حیات در زمین. به گفته محققان، دو جرم سماوی خورشید و ماه که در طول روز و شب توی آسمون میبینیم، از اون چیزی که فکرشو میکنیم تأثیر بیشتری بر حیوانات و گیاهان روی زمین دارن. یه پژوهش جدید نشون میده که کشش گرانشی خورشید و ماه در واقع بر فعالیت‌های گیاهان و جانوران اثر میذاره. داده‌های مطالعاتی محققان نشون میده جذرمدهای گرانشی میتونن رفتار گیاهان و جانوران رو در هنگام خواب، حرکت و رشد تغییر بدن، حتی اگه سایر محرک‌ها نظیر چرخه‌های شب و روز رو توی محاسبات لحاظ نکنیم. همراهان چنل ساینتیا سلام. ما همواره یکی از مهمترین مؤلفه‌های سازنده در ایجاد شرایط مناسب برای تکامل حیات در زمین به شمار میره. بیاین تا با هم ببینیم که گرانش خورشید و ماه چه تأثیری بر روی حیات در زمین داره. ولی قبلش ازتون میخوایم لطفاً به چنل ما سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم برای اطلاع از آخرین آپلودهای ما روشن کنید. جذرمدهای گرانشی خورشید و ماه. با وجود اینکه جذرمدهای گرانشی خورشید و ماه توی مقایسه با گرانش زمین بسیار ناچیزن، این پژوهش نشون میده که این جذرمدها باز هم نقش مهمی در ارزیابی رفتار ارگانیسم‌ها دارن. محققین معتقدن که تمام مواد روی زمین، چه جاندار چه بیجان، اثرات نیروهای گرانشی خورشید و ماه رو که به شکل نیروهای جذرمدی ظاهر میشن تجربه میکنن. نوسانات دوره‌ای این نیروهای جذرمدی شامل دو سیکل روزانه است که با حرکات این اجرام آسمانی به طور ماهیانه و سالانه تنظیم میشن. همه ارگانیسم‌های موجود در سیاره در چنین شرایطی تکامل پیدا می‌کنند. پژوهش‌های مربوط به تأثیر الگوهای گرانشی ماه و خورشید. محققان پژوهش‌های قبلی رو که به طور خاص حاوی اطلاعات جذرمد گرانشی بودن مورد بررسی قرار دادن. مطالعه زاپوت‌ها که در سال 1965 بود نشون داد که الگوی شنا کردن این موجودات، حتی اگه اونا رو در آزمایشگاه داخل آب بندازن و جذرمد مصنوعی هم ایجاد کنن، باز هم وابسته به جذرمدهای گرانشی در اقیانوسه. منبع دیگه شامل پژوهشی درباره مرجان میشد که توی سال 1985 انجام شد و نشون داد رشد مرجان با جذرمدهای گرانشی که تحت تاثیر خورشید و ماه قرار دارن سازگاره. و سرانجام پژوهشی مربوط به سال 2014 درباره رویش بذرهای گل آفتابگردان که با آزمایش‌های جدید از سوی نویسندگان این مقاله تکمیل شد، باز هم نشون داد که رویش بذرها با الگوهای گرانشی خورشید و ماه هماهنگه. پژوهشگران توی مقاله خودشون به مطالعات قبلی دیگه‌ای هم اشاره کردن. پژوهش مربوط به ایزوپودها. توی پژوهش مربوط به ایزوپودها مشاهده شد که الگوی شنای این ارگانیسم‌ها با جذرمدهای گرانشی محیطی که اونها رو از اونجا خارج کرده بودن هماهنگه و حتی چند روز بعد از انتقالشون به آزمایشگاه همچنان رفتار مشابهی از خودشون نشون میدادن. سالهای زیادیه که درباره تأثیر این جذرمدهای گرانشی بر حیوانات و گیاهان مقالاتی منتشر شده، اما فرا تحلیل جدید نشون داده که این پدیده فراگیر بوده و باید در پروژه‌های تحقیقاتی بیشتر مد نظر قرار بگیره. فعالیت‌های ریتمی. می‌دونیم که برخورد دهنده هاردونی بزرگ باید به طور جزئی و مداوم تنظیم بشه تا این نیروهای جذرمدی گرانشی در محاسبات لحاظ بشن و به همین طریق این نیروهای نامحسوس هم میتونن به چرخه‌های خواب انسان تأثیر بذارن، به خصوص اگه از روز و شب آگاه نباشیم. محققین عنوان کردند که توی این مقاله نشون دادن که جذرمد گرانشی در واقع نیروی محسوس و مؤثریه که همیشه فعالیت‌های ریتمی این ارگانیسم‌ها رو شکل میده. به پایان این ویدیو رسیدیم. حالا شما به ما بگیم به نظرتون هسته داخلی زمین چه موقع شکل گرفت؟ خوشحال میشیم نظرات و دانش‌های خودتون رو اون پایین برای ما کامنت کنین و اگه این ویدیو رو دوست داشتین روی دکمه لایک بزنید و به دوستانتون هم معرفیش کنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.